بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. منابع محلی در استان نورستان در شرق افغانستان می‌گویند که شمار جانباختگان رانش کوه در این استان به 28 نفر و شمار زخمی‌ها به 30 نفر افزایش یافته است. این حادثه یک شنبه 29 بهمن در شهرستان نورگرام نورستان و پس از بارش سنگین برف رخ داده است. ساکنان محل گفتند که در این رویداد حدود 30 خانه هم تخریب شدند. منابع محلی در نورستان به رسانه ها گفتند که زنان و کودکان هم در این رویداد جان باختند. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا تحت سرپرستی پروفسور نادر انقطاع و مشارکت فیروز افلاطونی موفق به ابداع یک تراشه رانایی رایانه‌ای غیر قابل هک شدن که با نور کار می‌کند و برای استفاده در مدل‌های هوش مصنوعی ساخته شده است. این تیم به این دلیل به سمت استفاده از نور رفت که سریع‌ترین وسیله برای انتقال داده هاست. همچنین استفاده از سیلیکون که فراوان است باعث می‌شود این فناوری به سرعت مقیاس پذیر شود. هدف پژوهشگران طراحی تراشه‌ای بود که بتواند ضرب ماتریس برداری را انجام دهد که یک فرایند محاسبات ریاضی رایج است که به طور گسترده در توسعه و عملکرد شبکه‌های عصبی استفاده می‌شود و هنگام توسعه و تقویت مدل‌های هوش مصنوعی که امروزه در حال توسعه هستند حیاتی است. چهار سازمان مردم نهاد مدافع حقوق مسیحیان ایران اعلام کردند که در سال گذشته میلادی 166 مسیحی در ایران بازداشت شدند و این در حالی است که این بازداشت ها در سال 2022 میلادی 134 تن بود. این سازمان های مردم نهاد معتقدند که بازداشت ها به صورت یک موج گسترده از نیمه سال آغاز شده است. تا پیش از ماه ژوئن آخرین ماه بهار فقط تعداد انگشت شماری مسیحی در ایران بازداشت شده بودند، اما در سه ماه پس از آن این آمار به بیش از 100 نفر رسیده است. بر پایه اطلاعات این گزارش تا پایان سال 2023 دست کم 17 تن از مسیحیان بازداشت شده احکامی بین 3 تا 5 سال حبس یا به مجازات هایی چون جریمه نقدی، شلاق و خدمات اجتماعی محکوم شدند.